ام زنی در میانه سی سالگی و مادر هفت فرزند است. او اهل الطبقه در شهر رقه در سوریه است. او سابقا در خانه ای ساده زندگی می کرد و با همسرش مزرعه کوچکشان را اداره میکرد. کرد. شوهرش برای کار کشاورزی به لبنان رفت. پس از آنکه داعش در سال 2014 کنترل پایگاه هوایی الطبقه را در دست گرفت، سیطره خود را مستقیما بر شهر و ساکنانش حاکم ساخت. یک روز مردانی ناشناس وارد خانه ام صقر شدند و دوتا از بچه هایش صقر 15 ساله و ابراهیم 13 ساله را با زور به خود بردند پس از آن روز او احساس می کرد که از حفاظت از فرزندانش بازمانده و تصمیم گرفت در یکی از مراکز داعش مشغول به کار شود امسرغ توانست با فرزندانش به لبنان بگریزد او به سختی راضی شد تا با ما گفتگو کند و به این شرط مصاحبه را پذیرفت که در غیاب فرزندانش انجام شود خانم ممنون از اینکه پذیرفتی با ما صحبت کنی دوست نداشتی این گفتگو در چادری که توش زندگی میکنی انجام بشه و ترجیح دادی که اینجا در محیط کارت ملاقات کنی نگران چی هستی امسقر؟ سقر؟ اول از همه نگران بچه ها و خونم هستم حرف زدن از داعش آسون نیست من توی خونم تو طبقه زندگی آروم و راحتی داشتم شوهرم دو سه ماه میرفت لبنان کار میکرد و دستمزد خوبی هم بابتش میگرفت بعدش هم برمیگشت خونه بعد از اینکه رفت لبنان دایش به شهر ما حمله کرد طبقه و پایگاه هوایی رو گرفتن و همونجا موندگار شدن قوانین زیادی به ما تحمیل کردن زنان باید صورتشون رو میپوشوندن و مردا باید ریش میذاشتن ها بدون همراهی برادر یا شوهر یا خلاصه یک همراه مرد حق راه رفتن تو خیابون رو نداشتن باید سر تا پا سیا می پوشیدن و صورتشون رو کامل می پوشوندن. ما به این وضع عادت نداشتیم. اگر زنی مثلا یادش می رفت جراب بپوشه و خونه رو ترک می کرد، اگر پاش رو می دیدن، جلی چشم همه شلاغش می زدن. یه میدونی داریم به اسم دوار. اونها تبدیلش کردن به میدون اعدام. جسد مردان بدون سر رو دیدم و چندین سر جدا شده. یکی شلاق خورده بود و دیگری سر دار بود. ترجیح میدادم توی خونه بمونم تا این چیزا رو نبینم. تا اینکه یه روز همسایم سراسیمه از پشت دیوار صدام کرد گفتم چی شده گفت دارن پسرا رو از خونه هاشون می و می‌برن. مواظب بچه‌هات باش دایشی ها معمولا حدود ساعت 6 و میمدن صبح آره صبح دو سه بار اومدن خونمون رو گشتن پسرا رو پیدا نکردن توی انباری قایمشون میکردم بهشون گفتم بشینن و روشون رو با گونی و کاه پوشوندم فکر نکردن که زیر این ها رو هم نگاه کنن هر بار که می اومدن قلبم از تپش وای می استاد. همش دعا می کردم که هرچه زودتر برن. یک بار ساعت پنج و صبح که خواب بودیم ریختن توی خونه. اون روز بچه رو پیدا کردن. سقر و ابراهیم رو بردن. تو چی کار کردی؟ هیچی نشستم و گریه کردم. بهشون گفتی که بچه ها هنوز خیلی کوچیکن؟ فقط یه سوال کردم. گفتم بچه های منو کجا میبرین؟ گفتن برای آموزش میبرنشون و یک روز وقتی که مردای بزرگی شدن برشون میگردونن این یک روز اونقدر برام مبهم بود که معلوم نبود کی از اون موقع یک لحظه هم چشمم رو نبستم و خواب به چشمم نیامده فکرشو بکن بچه تو بردن شوهرت هم نیست نمیدونستم چی کار کنم ابراهیم پا به رفته بود برادرم اومد و گفت همه توی میدون جمع شدن تا بچه‌هاشون پس بگیرن میخوای تو هم بری برو ببین چه خبره شاید دلشون به رحم بیاد و بذارن یکشون رو برگردونی خونه شاید بذارن ابراهیم رو برگردونی مثلا یک راست رفتیم اونجا وقتی که به نزدیک مدرسه رسیدیم که دایشی ها اونجا بودن دیدیمشون به یکیشون گفتم که میخوام بچه هام رو ببینم گفت چند تا هن؟ گفتم دوتا سقر و ابراهیم یک شب رو اونجا بودن سقر رو صدا زد هر دومون شروع کردیم به گریه احساس کردم که نمیدونم چطور بگم میترسیدم بلایی سر خودش بیاره بعد دایشیه گفت زنایی که نگران بچه‌هاشون هستن لازم نیست بترسن چون بچه‌هاشون دارن میجنگن و جهاد میکنن ولی بچه چه میفهمه که جنگ و سلاح چیه گفت گفت نه تو نمیدونی صلاح بچه ها چیه ولی ما صلاحشون رو میدونیم گفت میخوای بیای با ما کار کنی ما افرادی رو میخوایم که بهمون خدمت کنن مقصودش زنها بود بهش گفتم آره حتما کار میکنم اول که وارد مدرسه شدم پسرم از دیدنم حیرت کرد پرسید اینجا چی کار میکنی گفتم اومدم کار کنم گفت جای دیگه برای کار پیدا نکردی گفتم هر جا که شماها باشید منم همونجا کار میکنم مهم اینه که اونا رو ببینم و ببینم هر روز چیکار دارن میکنن ازش پرسیدم فکر کرده که من ولشون میکنم زیاد حرف نزدیم همه زنایی که اونجا بودن وظایفشون رو فهمیدن یکی جارو میکرد یکی نظافت میکرد همه جا کثیف و در هم ریخته بود من هر روز از ساعت هفت صبح تا شب کار میکردم غروب که میشد کارم رو متوقف میکردم و میرفتم خونه یه بار وقتی که داشتیم نظافت میکردیم ناگهان وارد شدن یه زن همراهشون بود انقدر کتکش زده بودن که قش کرده بود. بردنش داخل یه اتاق. دو تا زن چاق هم دنبال اونها رفتن داخل. زن؟ آره، دو تا زن خارجی. از نظر جسمی درشت و چاق بودن و خیلی ترسناک. وارد اتاق شدن و به کتک زدن زن ادامه دادن. اونا رفتن بیرون و در رو بستن و زنه تنها مون توی اتاق. روز بعد که اومدیم دیگه اونجا نبود کجا بردنش کشتنش کسی نمیدونه اونجا شکنجه کردن افراد زیاد صورت میگرفت خیلی بیشترشون مردای جوون بودن شکنجهشون میکردن بهشون برق وصل میکردن حتی ناخوناشون رو میکشیدن صدای ناله و فریادشون رو میشنیدین بله ما هم همونجا بودیم من نزدیکشون بودم میدونین که وقتی آدم از درد فریاد میکشه از عمق وجودش داره فریاد میکشه خودت هیچ وقت شد که در شکنجه مشارکت کنی؟ یک بار. مجبورم کردن. کیو شکنجه دادی؟ یه زن بود. بدون حجاب از خونه رفته بود بیرون. گفتن کارش شرم‌آور بوده. کتکش زدن، بعدش هم شلاقش زدن. تا سرحد مرگ زدنش. به ما گفتن شما زنا بیاید ببینید تا کار رو یاد بگیرین. یعنی برای ما حکم آموزش داشت. همین که با شماها وسط جهنم زندگی میکنیم کافی نیست حالا از ما میخوای شکنجهگرم بشیم نمیتونستی زیر بار نری نه مجبورم کردن مجبورم کردن که این کارو بکنم و اگه میگفتم نه خدا میدونه که چه بلایی سرم میومد رفتم داخل و پنج ضربه بهش زدم یه شلاق سیاه رنگ به هم داده بودن لطو پار شده بود دیدن این صحنه واقعا وحشتناک بود لط و پار شده بود از اینکه داشتی یه زن رو میزدی چه احساسی داشتی احساس میکردم اون خودم هستم خودم رو تو جای اون احساس میکردم هر زن دیگه ایم در جهان اگه جای من بود همین احساس رو میکرد مجبورم میکردن تا سلاحاشون رو تمیز کنم جلوی هر زنی یه سلاح میذاشتن با یه تیک پارچه توفنگا رو تمیز میکردیم اولین بار تو زندگیم بود که به تفنگ دست می زدم. تفنگ رو تمیز کردم ولی خیلی ترسیده بودم. آیا مجبورتون میکردن تا از سلاح استفاده کنین یا اینکه فقط با تمیزشون میکردین؟ به سخره به ما میگفتن که امروز توفنگ رو تمیز کنی و فردا نوبت اینه که استفاده از سلاح رو یاد بگیری. من همینطور ساکت می هیچی نمیگفتم. سکوت میکردم. در اون زمانی که اونجا گذروندی هیچ وقت شد که با داعش احساس سمپاتی یا همدردی پیدا کنی یعنی شون هر روز اونا رو میدیدی و باهاشون زندگی میکردی و بچه هات بخشی از اونا بودن اون آدم ها کوچکترین شفقتی توی دلشون نیست و اصلا امکان اینکه بهشون عطوفت داشته باشی وجود نداره به راحتی مثل این که دارن مرغ میکشن میتونن آدم بکشن آدم کشتن براشون عادیه اونها به هیچ رحم نمیکنن و نمیشه ازشون تقاضای ترحم داشته باشن بچه ها چه کار میکردن؟ هر دستوری که بهشون میدادن انجام میدادن علی رغم میلشون هر چیزی که میگفتن اطاعت میکردن همه چیز به زور بود ابراهیم سیاه ترین روزهاش داشت به طوری که همش فکر میکردم بالاخره خودکشی میکنه چرا چون هیچ کدوم از این چیزا رو ندیده بود به همین سادگی به این چیزا عادت نداشت برادر کوچکترش ساقر شکایتش رو میکرد به من میگفت که خیلی ناراحته در خودش فرو رفته و منزوی شده بود و دایشی ها هم اینو می دیدن. بیشتر روزا سرش داد می زدن تحقیرش میکردن نمیدونستم باید چی کار کنم چی کار میتونستم براش بکنم ممسقر میدونم که این خاطرات خیلی برات دردناکه و داری تلاش میکنی که اینا رو از ذهنت بیرون کنی به همین دلیل میخوایم بهت وقت بدیم که نفسی تازه کنی و برگردی سر کارت. بقیه گفتگو رو بعدا ادامه میدیم. سقر چندی ماه تحت سلطه داعش زندگی کرد گمان می کرد که این سرنوشتش است او برای رهایی فرزندانش صبر کرد و در عین حال از خواسته ها و دستورات داعش اطاعت کرد و هر آنچه که میخواستند را انجام داد نمیدانست چطور می تواند تحت تسلط داعش زندگی کند او نگران جان فرزندان و دلتنگ همسرش بود احساس می کرد که برای مواجهه با این همه دشواری به حمایت کسی نیاز دارد و خیلی خسته و دلتنگ بود. توی خونه نشسته بودیم که برادرم اومد. گفت همسایمون تلفن داره. بیا یه تلاش بکن با شوهرت شاید بتونی تلفنی صحبت کنی. قبول کردم و فرداش رفتم خونه اون همسایه. شماره رو گرفت و با شوهرم حرف زدم. به محض اینکه صدای منو شنید گفت فکر کرده که ما مردیم. فکر میکرد ما مردیم. یک ماه و نیم خبری از ما نشنیده بود. سراغ ابراهیم مستقر رو گرفت. بهش گفتم رفتن خونه خالشون خالشون آره خالشون نمیتونستم بگم که داعش یا هر چیز دیگه که با داعش مرتبطه ترسیده بودی ممکن بود من یا صاحب تلفن رو آزار بدن همسایم قبلا به من این هشدار رو داده بود که من با دا پشت تلفن اسمی از داعش ببرم باید یه چیز دیگه ای میگفتم شوهرم اول متوجه نمیشد پرسید خالشون کجاست با تکرار کردم خالشون خالشون بالاخره فهمید پرسید که یا میتونم ببینمشون گفتم که منم با اونا زندگی میکنم پرسید که چطوری گفتم منم خونه خالشون هستم اونجا کار میکنم واکنش همسر چی بود رفت توی سکوت نمیدونم تعجب کرده بود یا شوکه شده بود درباره خونه و حیوانامون پرسید اینکه آیا اصلا چیزی از حیوونا و از خونه باقی مونده یا نه بهش گفتم که همه حیوونا رو فروختم و هیچ چی باقی نمونده دستمزدی که میگرفتم حدود 5000 لیره بود که کفاف هیچی و نمیداد. گفت حدود 200 هزار لیره برام میفرسته. خیلی ناراحت شده بود. گفت پول میفرسته برامون. 200 هزار لیره. یعنی لیره سوری؟ بله تا بتونم فرار کنم. شنیده بودم که مردم تونستن از طبقه فرار کنن. بهش گفتم مطمئن نیستم که بتونم فرار کنم چون این کار برنامه ریزی و صبر زیادی میخواست. فرار از داعش آسون نبود. خود کلمه فرار برابر بود با مجازات مرگ. حتی اگر جرأت میکردم و به زبون می آوردم که میخوام فرار کنم، دیگه هرگز بچه هامو نمی دیدم. یا جلوی چشمم ادامشون می داعش تصمیم گرفته بود که هر کسی که به فکر تلاش برای فرار یا از اینجور کارا بیفته رو جلوی مادرش ادام کنه. پول دو روز بعد به دستم رسید. بعد از رسیدن پول برادرم همه کارها رو ردیف کرد. یه اتومبیل با راننده مطمئن گرفت. بهم به گفت که باید بچه ها رو متقاعد کنم. اگر اونا متقاعد نشن کار برای من دشوار میشه. بهش گفتم نگران نباشه و وقتش که برسه سقر ترتیب همه کارها رو میده. روز بعد به سقر گفتم که همه چیز آماده است. گفتم که پدرش پول فرستاده و فردا یا پس فردا قراره که فرار کنیم. اون گفت ایده فرار کردن خیلی وحشت زدش میکنه. بهش گفتم امیدمون اینه که اوضاع بهتر بشه. امیدوار بودیم که بتونیم فرار کنیم و صحیح و سالم خودمون رو نجات بدیم. اون روز مثل همیشه رفتار کردم. رفتم سر کار و تا آخر روزم کار کردم. یکی کیسه پر از زباله اونجا بود. پسخار گفتم بعد از اینکه من رفتم به بهونه اینکه میخوای زباله رو ببری بذاری بیرون سعی کن حواس برادرش رو پرت کنی و با خودت بیاریش بهش بگو میخوای زباله رو ببری بیرون اونم گفت باشه یعنی از پسر صغیر خواستی که کیسه زباله رو بردار و وانمود کنه که میخواد بندازتش دور تا به این ترتیب از مرکز دایش بره بیرون بله پرسید اگه کسی ما رو ببینه چی گفتم هیچکس بعد از نیمه شب برای قدم زدن بیرون نمیره بیشترشون نیمه شب یا خوابند یا رفتن جای دیگه و تا روز بعد معمولا بر نمی گردن. اونم قبول کرد. هر کاری که گفته بودم را انجام داد و کیسه زباله رو برد که بذاره بیرون. بهش گفتم که من تو خونه منتظرشون میمونم. گفت باشه. تا حدود یازده آنیم دوازده شب منتظر بودم ولی پیداشون نشد. حدود ساعت دوازده بود که با ابراهیم اومدن. پرسیدن که آیا آماده ایم گفتم آره فقط منتظر اومدن شما بودیم تا حرکت کنیم پول راننده رو دادیم پرسید کجا میخوایم بریم گفتیم هما باش را افتادیم به طرف هما بارش کاه و گوسفند بود و ما وسط همه اینها نشسته بودیم سفر شروع شد و از دل خطر عبور کردیم بعد از ترک طبقه خیالمون دیگه راحت شده بود یه جا در ایستگاه بازرسی توقف کردیم که از قبل با راننده توافق کرده بودند اصلا ما رو نگشتن صحبت کردن و راننده به ممور ایستگاه بازرسی رشوه داد به راهمون ادامه دادیم و بعد از اون دیگه توقف نداشتیم تمام شب تا طلوع خورشید توی راه بودیم تا رسیدیم به مناطق اطراف هما نمیدونستیم کجاییم من بچه های کوچک خودم رو داشتم و برادرم هم دو تا دختر کوچیکش رو همراهش داشت گفت سفر ما در اینجا تموم میشه راننده گفت آره مرد جوونی هم بود که با ما بود و اونم داشت با خونه فرار میکرد گفت اونجا یه آشنایی داره که کامیون داره و دام ها و آدم ها رو با کامیونش اینور اونور میبره ازش خواستیم با اون هماهنگ کنه پرسیدیم که آشناش کجاست گفت شماره تلفنش رو داره و بهش زنگ میزنه اون شب اون با کامیونش اومد کامیون خیلی بزرگی بود و بارش پر بود از یه گله گوسفند کفش هم خیلی کثیف بود گفت میتونیم با کامیون بریم اما وقتی به ایستگاه بازرسی میرسیم باید وسط گله بشینیم و صدامون در نیاد اگر صدامون در بیاد ماموران ایستگاه بازرسی کامیون رو میگردن هر کسی که بچه داشت باید بچه رو میخوابوند یا حواسش رو یه جوری پرت میکرد تا بتونیم از ایستگاه های بازرسی رد بشیم به راننده کامیون گفتیم نگران نباشه چون ما حواسمون به همه چیز هست کامیون خیلی بزرگ بود و افراد دو به دو نشستند و هر جفتی در کنار یه گوسفند بودند ما شبیه گوسفندا به حالت چهار دست و پا در اومدیم و تو کامیون نشستیم. خدا رو شکر بالاخره به دمشق رسیدیم. دیگه خیالمون راحت شده بود. بعد از چهار روز استراحت توی یه پارکی در دمشق اونجا رو ترک کردیم. به شوهرم خبر دادم که به مرز رسیدیم از تماس قبلی به این طرف حرف نزده بودیم تا روزی که از مرز عبور کردیم از اینکه به این سرعت تونستیم فرار کنیم خیلی تعجب کرده بود بهش گفتم که پول حلال همه مشکلات بود از اینکه به اینجا تو لبنان رسیدیم و از مرز سوریه رد شدیم احساس راحتی می کردم. شوهرم گفته بود که وقتی از مرز لبنان رد بشیم جامون امنه و دیگه دلیلی برای نگرانی و ترس وجود نداره واقعا هم همینطور بود فکر می کردم که مرده بودم و دوباره زنده شدم. ام صقر و خانوادهاش یک سال و نیم است که در چادر زندگی می او از سازمان های غیر دولتی کمک های اندکی دریافت می کند و حالا پس از تجربه دهشتناک داعش در تلاش است تا در دره بقا کاری پیدا کند تا بخشی از مخارج فرزندانش را تأمین کند. همسایره نوجوانان بسیاری که هم سن و ساله پسرای تو هستن امروز اعضای داعشن که یا داوطلبانه این کارو میکنن یا مجبور به انجامش شدن درست مثل حالتی که برای پسرای تو پیش اومد توصیه تو به این مردان جوان چیه به همه جوانا توصیه میکنم که درسشون را ادامه بدن کار کنن و بدون پیوستن به داعش زندگی خودشون رو اداره کنن چون کار با داعش به نفع هیچکس نیست به هر مادری توصیه میکنم که مراقب بچه‌هاش باشه همین توصیه دیگه ای ندارم امسغر خیلی ممنون از اینکه امروزت رو با ما گذروندی و شجاعت و جسارت به خرج دادی و مقابل دوربین با ما گفتگو کردی خیلی ممنون ازت متشکرم سپاسگزارم زنان ضعیفترین و آسیب پذیرترین بخش جامعه انسانی رقه در سوریه هستند. آنان حق انتخاب سرنوشت خود را ندارند. بیشتر زنان آنجا گروگانهایی در دست داعشند که برای زنده ماندن اعضای خانواده خود از داعش اطاعت می کند. ام توانست دو فرزند خود را نجات دهد. او امروز با خانواده مهربان خود زندگی می کند. در حالی که همزمان زنان دیگری هستند که برای زنده ماندن تقلا می کند.